وقتی در داخل محفظه خلأ کامل به وجود اومد، یعنی وقتی تمام هوای محفظه رو خالی کردیم، چوب داخل اون وزن مخصوصش رو از دست میده و قدرت جاذبه زمین بی اثر میشه. حالا خوب تماشا کنین، چشم بندی نیست آقایو، تماشا کنین دیگه. نگ کنین بچه‌ها، یه قوطی هم اون بغل داره که الان از توش مار در میاره بیرون. چه خنک. و حالا این قطع چوب کوچیک در خلق قوطه ور میشه و هی گردش میکنه. توجه کنین، ده توجه کنین دیگه. توجه کنین چرا اینطوری شد. ده چی میشه که اینطور میشه؟ ده یالا قوطه‌ور شو، مگه به تو نمیگم قوطه‌ور شو؟ نمیشه. لابد پمپ مکنده خراب استاد. نه اون درست کار میکنه. راست میگه، عیب از یه چیز دیگه. خب بفرمایید عیب از چیه؟ حتما اتفاق سویی رخ داده. بله حتما اتفاق سویی رخ داده. واقعا عجیبه، با وجود خلأ مطلق تیک چوب مثل کنه به تش چسبیده. حالا چه وقت چسبیدن جانه؟ قوطه‌ور شو دیگه. کارا برعکس، صد دفعه تنهایی عمل کردم نچسبی. نگاه کن بعد شانسی ما رو ببینا، تا حالا اینطوری نشده بود. قوطه‌ور شو دیگه. اجازه میفرمی؟ به عرض ببینم چی میخوای بگی؟ اجازه هست؟ آره. چیه؟ با اجازتون میخواستم بگم که اون قطعه چوب هیچ وقت شناور نمیشه. برای اینکه چی؟ بگو چیه دیگه؟ من منتظر بودم ببینم کدوم یکی از شما موضوع خوب متوجه میشه. خیلی خوب، حالا بگو ببینم چه علتی وجود داره که این چوب شناور نمیشه؟ چرا نمیشه؟ بیا جلو توضیح بده ببینم. بیا اینجا توضیح بده پسرم. توضیح بده. شی ما شناور نمیشه برای اینکه خلأ مطلق به وجود نیومده، و تا خلأ مطلق به وجود نیاد شی شناور نمیشه. قطعه چوب با چسبیدن به جدار تحتانی محفظه یه حباب کوچیک به وجود آورده. لازم بود همونطور که پمپ مکنده در حال مکیدن هوا بود، محفظه رو دائما تکون تکون میدادین تا این قطعه چوب مرتبا در حال حرکت باشه و از چسبیدن به ته شیشه جلوگیری بشه. پس به نظر شما من باید محفظه رو تکون میدادم؟ بله تکون بدم. بله درسته. ای بیهوشا تنبلا، باید از ایشون یاد بگیرین. خیلی خوب، حالا مجدداً آزمایش تکون تکون رو تکرار میکنیم تا اینو تماشا کنن. بفرمایین شما تکون بدین، بفرمایین محفظه رو تکون بدین. بله چشم. شاید تکونای من کافی نبوده، منم دیگه اصلا حرفی نمیزنم. دیگه خودتون میدونین چی کار باید بکنین. خوب تماشا کنین، نگاه کنین، شاید زرنگ در کنار معلمش داره تکون تکون میده. شاید ما دیگه پیر شدیم که نمیتونیم خوب تکون بدیم. برای دیگه تکونم بود همون تکونای قدیم. پمپ به نحو احسن کار میکنه، حالا مشغول ایجاد خلأ مطلق هستیم دیگه. حالا شیخ شروع میکنه نوسان، شروع میکنه به قوطه‌ور شدن. هنوز تکون نمیخوره ولی بالاخره تکون میخوره. خیال میکنه شاگرد زرنگه. اگه تکون نخوره بالاخره یه وول میخوره دیگه، ولی داره تکون میخوره. الان تکون میخوره. نخه تکون نمیخوره. چرا؟ نمیدونم. فرید خان ممکنه توضیح بدین حالا دیگه چرا تکون نمیخوره؟ بله آقا، چون پمپ هوا رو نمیمکه. چطور نمیمکه؟ حالا دیگه پمپ به ما از مکیدن افتاد؟ نخه قربان، برای اینکه شما پاتونو گذاشتین روش. روشه؟ چیه؟ روش؟ آی من روشه، واقعا عجیبه ها، واقعا عجیبه.